فراوان به ملت عزیز ایران، با درود به همه هموطنانی که در هر جای دنیا که در این زندگی میکنین، چه در ایران، چه در اروپا، چه در امریکا. امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم که دست خدا با شما باشه و زندگی شاد خوبی داشته باشین. آرزوی ما این است که شما همیشه در زندگی شاد باشین، سلامت باشین و هر چیزی هم که کم و کس دارین ناراحت نباشین، چون خدا، اگه به خدا ایمان دارین، خداوند براتون فراهم میکنه. هفته دیگر اومد، برنامه دیگری رو ما شروع کردیم با کارگردانی یاسر عزیزم. اومدیم به خونه های شما، امیدوارم که چاییاتون برا باشه، چاییاتون رو برداریم بشینین، برنامه رو گوش بدین و از کلام خدا استفاده بکنین که براتون میخونیم و برای زندگی های ما خوبه. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما. خداوند عزیزم، شکرگزارم، سپاسگزارم برای این لحظه، برای این وقتی که به من دادی. خداوند، خداوند ای روی پاک مسیح خداوند، برنامه من هدایت بکن، تحت پوشش خون عیسی مسیح بذار خداوند، و از تو میطلبم دلها رو آماده بکنی که هر چیزی از کلامتو میشنون خداوند بر دلهاشون خداوند ثمره بده خداوند، و واقعا کلام تو خداوند زندگی ها رو عوض بکنه. خداوند شکرت میکنم ای روی پاک مسیح خداوند، حقیقتا هدایت کننده و حمایت کننده باش. به خداوند هر چیزی از زبانم بیرون میاد نام پرجلال تو رو خداوند جلال بده. شکرت میکنم به نام عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان شمالی، امیدوارم که شما هم خوب باشین، امیدوارم که درست سیل توی مزارع های گلستان دیدم، بعضی شالیزارا زیر آب رفته. امیدوارم که خداوند به یاری شما بیاد و میاد، دست خدا با شما باشه. هرچیم که دولت مردان هیچ بیخیالم، ولی امیدوارم که خداوند، ایمان دارم و امید دارم که خدا به شما کمک میکنه، خدا به یاری شما میاد، شما بیکس نیستین چون دست خدا با شماست. بذار این هفته قیام عیسی مسیح که میدونیم جمعه صلیبه، که عیسی مسیح روی صلیب میره و بعد یک شنبه روز عیده که برخواستن عیسی مسیح خداونده. میدونم که تمام تلویزیون ها الان مسیحی دارن راجع به قیام عیسی مسیح خداوند دارن صحبت میکنن. منم شعری برای قیام عیسی مسیح گفتم که امیدوارم که خوشتون بیاد، به ایمان دارم که خداوند دستش با ماست. میگه بیایید با هم یک دم سراییم، قیام عیسی را با عشق خوانیم. قیام عیسی بی نظیر بود، چون او خداوند این جهان بود. بیایید با هم روحش بخوانیم، چون او در ماست آزاد بمانیم. قیام عیسی را اعلام نماییم، در عیسی با غرور بمانیم. چون او گفته است من با شما هم، عطای روح را از من بخواهید. قیام عیسی را با عشق بخوانید، قیام عیسی را با سرود خوانید. بیایید با هم یک دم سراییم، قیام عیسی را با عشق خوانیم. چون او ما را خیلی دوست دارد، روی صلیب گفت دیگر تمام شد. فرزندان من آزاد بمانید، ای فرزندان خدای قادر. برای قیام عیسی جشن بگیرید، با بربط و دفت سرود بخوانید. بیایید با هم یک دم سراییم، قیام عیسی را با عشق خوانیم. همه امیدوارم که خوشتون بیاد و جلال از آن عیسی مسیح خداوند. ایمان دارم که قیام عیسی خداوند، هرچی هم خود عیسی مسیح میگفت که شاگردان همش مضطرب بودن، میگفتن ای خداوند کجا میخوای بری؟ گفت همه مردم دنیا خوشحالن، شما ناراحتین از رفتن من. اگر من نروم شما به اون جلال، به اون ملکوت و خداوند نمیرسین. من بایستی برم روی صلیب، خونمو بریزم برای گناهان مردم دنیا، تا کسی که به من ایمان آورد در ملکوت خداوند جا دارد.
به خاطر همون ما این روز رو گریه و زاری نمی کنیم که عیسی مسیح روی صلیب رفت، ولی شادی می کنیم به خاطر که می دونیم عیسی مسیح بعد از 3 روز قیام میکنه، زنده میشه، زنده میشه و 40 روز بعد از قیام خودش از صلیب با تمام شاگردان با کلی آدم ها اینو دیدن که بعد صعود کرد به آسمان. به هر حال قیام عیسی مسیح مبارک باد بر همه شما عزیزان. خب یه ذره بریم این دولت مردان رو قلقلق بدیم ها. ببین الان شما همه که میدونین اخبارات تو اینستاگرام خیلی زودتر از ما که بگیم همه جا میاد، هر چی دولت ایران هر کاری بکنه، هر حرکتی انجام بده، شما در اینستاگرام و در تمام مدیا میبینین. دیدین که اون سربازای هشت شعبی اومدن تو ایران با چی بوغ زدنی، عینی با میسی که کشوری را فتح کردن و پیروز شدن، با اون طریق اومدن توی ایران. کجا هست صدام؟ صدام بدبخت اون موقع که حمله کرد به ایران انتظار داشت که بیاد ایران رو بگیره و پرچم عراق بزنه اونجا، ولی که موفق نشد. جوانای ایران با غرور بیش از حد تمام عراقی ها رو انداختن بیرون. چقدر اینا جنایت کردن عراقی ها در خوزستان، چقدر تجاوز کردن اینا، همه اینا رو دیدین. این آخوندا، این حکومت بیگانه و بیگانه پرست اونا رو خیلی راحت وارد ایران کردن. اونا پرچمهای خودشان میان، چون آدمای تروریستن اونا. بهتون همیشه میگیم این حکومت حکومت تروریستیه، این حکومت دوست داره فقط به تروریستای دنیا پول بده، کمک بکنه که تمام دنیا رو شلوغ بکنه. چه اون هفته بهتون گفتم هر کاری که دولت ایران میکنه ما ایرانیا هیچ عکس العملی انجام نمیدیم. چون عکس العمل انجام نمیدیم، اینا برای خودشون میگن که آقا ما هر کاری بکنیم مردم یه ذره اعتراض میکنن، ولی در کل هیچی نمیگن. اونا هم هشت شعبی رو میاریم الان اینجا، مردم به جایی که کمک بکنن سرکوب بکنن. من امروز توی مدیا دیدم، توی اینستاگرام دیدم موتور سوارایی که میان میزنن مردمه، با حالت موتور سواری وحشتناک میان تو ملت مثلا مردم بترسن. اینا کمک نمیخوان به شما ایرانی ها بکنن. چرا ما ایرانی ها متوجه نیستیم که دولت ایران برای ملت ایران نیامده است، بلکه آمده است تا ایران را ویران کند و پول و ثروت ایران را به بیگانه ها بدهد. این کل قضیه حکومت ایرانه. ولی ما ایرانی ها متوجه هستیم، ولی هی میگیم ولش کن بابا، هر کاری میخوان، هر غلطی میخوان بکنن بیزار بکنن. همه این ملت ایران همین حرف میزنن، یا سر تکون میدن یه دونه، یا میگم ولش کن بابا، با ما چی؟ ملت ایران مال شماست، ثروت ایران مال شماست، نفت و تمام هر چیزی که خدا به این کشور داد صاحب شما ملتین، نه اون دولتی هست که الان به زور یک حکومت دینی به زور که از خدا نیست اومد بر شما حاکمیت داره میکنه. ما ملت باید اینو متوجه بشیم. میدونم اینا الان هشت شعبی ها اومدن خیلی میان مثلا جنایت بکنن، ولی اینا مثلا 5000 نفر باشن چی جنایت باید بکنن؟ وقتی ملتی که 70 میلیون پاشن همه بیان بیرون برای اعتراض، آقا ما این دولت اجنبی رو نمیخوایم، هیچ دولت دنیایی نمیتونه به طرف شما اسلحه بکشه. 70 میلیون 50-60 میلیون آدم کی میتونه به تیراندازی بکنه بهش؟ هیچ کس. همون شعاری که از پارسال داشتم میدادم، یک قدم تا پیروزی. به خدا پشتیبان شماست.
ما فکر میکنیم از اعمال ماست، از قدرت ماست. نه، وقتی تو حرکت میکنی خدا پشتش با شماست، خدا دستش با شماست. چون خدا میخواست این رژیم آورد به خاطر اینکه اسلام به تمام دنیا معرفی بکنه. هیچ حکومتی مثل حکومت ایران خوب نبود که اسلام به تمام دنیا معرفی بکنه، که اسلام اونی که میگفتن دین نمیدونم رحمت، دین دوستیه نیست، دین خشونت و دین کشتاره. حالا ما ایرانیا برای خودمون یک اسلام دیگه داریم، برای خودمون یک اسلام جدیدی آوردیم که هر جو خودمون خواستیم همونجوری با این اسلام را بیایم. اون دیگه یه دین جدیدیه، نه اسلام نیست، اون یه دین جدیده که ما ایرانی ها آوردیم. پارتی های ما رو میندازیم، عشق ما رو میکنیم، همه کارها رو میکنیم، مسلمون هم هستیم. بعدش هم کسی با دین که دنیا نمیاد. اگه من تو یک خانواده مسیحی دنیا میمادم مسیحی بودم، تو خانواده یهودی دنیا میمادم یهودی بودم، یا تو خانواده سنگ پرست دنیا میمادم بت پرست بودم. ولی باید خودم وقتی بزرگ شم دین خودم انتخاب بکنم. خودم وقتی بزرگ شم بایستی بدونم که در کجا هستم. نه اینکه مادر و پدرم مسلمون بود منم مسلمونم، مادر و پدرم مسیحی بود منم مسیحیم، مادر و پدرم نمیدونم بهایی بود منم بهاییم. باید خودم مطالعه بکنم اون دینی که میخوام انتخاب بکنم، خودم باید تشخیص بدم. شما تمام صفحات قرآن میخونین متوجه میشین که این کلام کلام خدا نیست. چون اگه کلام خدا باشه به پیامبرش نمیگه که برو با یک دختر 6 ساله ازدواج بکن. اگه پیام خدا باشه نمیگه که آقا همه ما در سوره 71 مریم همه میرن جهنم. اگه پیام خدا باشه به پیغمبرش نمیگه آقا تو برو هر زنی که دلت میخواد با هر کس هر شب میخوای بخوابی برو بخواب. اینه نمیگه. بس میبینین که پیام پیام خدا نیست. پیام خدا، پیامبر، نبی اون کسی است که میاد نبوت میکنه و از آینده شما رو باخبر میکنه، که خدا به اون نبی میگه که آینده چی پیش میاد. مثل اشیای نبی، ارمیای نبی که از آینده میگفتن که عیسی مسیح میاد، پیامبری میاد که از کسی میاد که از باکره به دنیا میاد. اینه که از آینده شما رو مطلع بکنه. بس این پیامبر پیامبر خدا نیست. خودمون یه ذره فکر بکنیم متوجه میشیم. نه هیچ نبوتی کرد، نه هیچ معجزه‌ای کرد. وقتی ما اینو سریع میگیم به خاطر که رفتیم خوندیم فهمیدیم. شما هم خیلی راحت الان در تمام سایدا برین میتونین انجیل رو پیدا بکنین، میتونین هر کتابی که دلتون میخواد بزنین پیدا بکنین بخونین. این نیست که مثلا شما مثلا کتاب مثلا تو خونه داشته باشین، نه، الان توی اینترنت شما برین، تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که شما یک کلیک میکنین نمیدونم هر چیزی که میخواین بیرون میارین. اینا، این حکومت هیچ وقت برای رفاه ملت ایران نیومده. شما از اول نگاه بکنیم پایه این حکومت، خمینی در پاریس یه چیزی گفت به خاطری که حکومت به دست بگیره، در بهشت زهرا اومد یه چیزی گفت، بعد از که حکومت رو در دست گرفت گفت همه رو قتل عام بکنین، همه رو بکشین، بیشتر دستورات قتل اون داد. چه هر کد، یا خامنه‌ای یا خمینی یا اون، این اینا نه از خدا نیستن، نه از نه حکومتی هستن که برای ملت کار بکنن. اینا سنگ به
دل بیگانی میزنن. چرا؟ به خاطر که ملت ما الان در سیلو. ببین شما تو امریکا اگه همچین سیلی میاد دو هفته بعد آبی نمیبینی در اون ایالت، در اون شهر. همه چی رفته، بعد کمک میشه به اینا، چادرهای خون میارن خونهاشونو، بعد یک سال همه درست میشه. شما نگاه کنی زلزله‌زدگان کی تا حالا اینجوری شده؟ دو سال الان، نزدیک دو ساله اصلا دوباره تو اون لجنزار و آب دارن زندگی میکنن، کلی ها مردن. بعدش هم دولت ترکیه، سوئیس، نمیدونم تمام اروپا کمک کرده به ملت سیل زده. تمام این جنسا رو هلال احمر، نمیدونم کی میدن به هلال احمر ایران دیگه، دوسترینش هلال احمره، همه رو به تو بازارهای ایران دارن میفروشن. آخه این چی حکومتیه که خودش کمک نمیکنه بلکه کمکارم میدزده؟ اینا دزدانی هستن که از 1400 سال به اینور دارن میدزدن. اینا غارتگرانی هستن که 1400 سال دارن به ملت ایران دارن میدزدن، میکشن، میچاپن. ما ملت باید متوجه بشیم، ما باید متوجه این حرفا، این کارا بشیم. نگیم بی خیالش داریم تمام زندگی، فردا جون ما رو میگیرن، که دارن میگیرن. هی میگیم ولش کن، اینا هی قدرت پیدا میکنن جون ما رو میگیرن، بچه های ما رو میکشن. توی سایدا همه دیدین اون خانومی که 3 تا شهید داده، شوهرش مرده، 2 تا پسرش مرده. دیروز 2 ماه پیش رو صحبت کرد، تازه میسی که اومده توی سایدا، توی مدیا اومده تازه سخنانشو گذاشتم، من که دیروز شنیدم. میگو ما شهید دادیم که مردم، ملت ما آزاد زندگی بکنن، ملت ما در رفاه زندگی بکنن. ما شهید دادیم که تمامی آخونده اومدن، همه دوست، همه غارتگر. خود مادر شهید داشت میگفت، من فرزندم میگه دادم که ملت از نمیدونم زندگی خوبی داشته باشه. تمام من میگه خودم دامادم دکترا داره بیکاره. شما ببینید مردم، مرد بجه جوان دکترا داره، داره میره نمیدونم دست فروشی بکنه. اصلا اینا آدم های باسواد نمیخوان، اینا آدم های کاردان نمیخوان، اینا آدم های بیسواد میخوان. به قول رفیق ما یاسر میگه که سپاهی چیه؟ اون مرد بیکاره، میاد یه دونه نمیدونم یه دونه میرسونه، دوتا الله اکبر و خمینی رهبر و نمیدونم خامنه ای خوبه، میگه پولش هم میگیره. واقعا هم همینه. شما بگونین اینه که هستن سپاهی با عشق دارن خدمت میکنن، نه اصلا قبول ندارن این حکومته، فقط به خاطر بیکاری، به خاطر زن و بچه داره، میخواد زندگیش بگذره. اون 8 شعبه هم آوردن که میدونن سپاه و بسیجا بالاخره از مردم ایرانن، روبروی مردم ایران هم هرچی باشه اونقدر دیگه نمیمونن که مردم رو تیک پاره بکنن بکشن. میدونن که اینا بر علیه ملت ایران نیستن، هشت شعبی رو آوردن یا افغان ها رو آوردن. اینا به طالبان ها دارن کمک میکنن که میدونن طالبان تروریسته، میدونن طالبان حکومت افغانستان رو داره داغون میکنه، ولی اینا دارن کمکشون میکنن. حرفای من میدونم ملت ایران همه اینا رو میدونن، هر چی میگیم، ولی چرا اینقدر بی تفاوت هستیم نمیدونم. تا کجا باید بی تفاوت باشیم نمیدونم، ولی این ایمان دارم که خرابی ها بیش از این خواهد بود، روزهای بدتر از این خواهیم داشت. اینو کلام خدا داره میگه، روزهای بدتر از این خواهیم داشت اگه ملت نجنبن، اگه دست نیازشون به سوی خدای حقیقی نره. الله و این و اون و آقای خدای واقعی، بت پرستی رو ولش کن. ابوالفز نمیدونم، او عباس، اون رضاست. رضا که میگین ثروتمندترین، همون رضاست که در مشهده تمام کلی ملک و املاک داره، کلی پول داره، کلی کمپانیای شرکتای مختلف داره. پولتونی میرین تو اینا میریزین، چی بشه آخه؟ شما بگونی این پولا میره توی بدبخت بیچاره رو کمک کنن؟ نه،
اینا رو دارن گردن گلوفتر میکنن، اونایی که مسئول حرمن دارن صبح تا شب میخورن خودشونو قبیتر میکنن. ما ملت باز میریم اونجا حاجت میخوایم، از بوت حاجت میخوایم، باز میریم پول میندازیم توی اون. چهل سال ما میدونیم این دولتی که داریم دولت دزد و غارتگر و آدم کشه. به حرفای کدومشون شما خوشحالیم؟ به حرفای کدومشون شما کیر میکنین؟ نمیدونم حرفای کدومشون شما گوش میدین. هر چی دارن میگن دروغ دارن میگن. تلویزیونشون رو نگاه بکنین، صبح تا شب دروغ به ملت ایران دارن میدن، همه چی رو وارونه جلوه میکنن. ما ملت بایستی هوشیار باشیم. روزها روزهای بدیه، روزهای بدتر خواهد آمد، ولی ما ملت اگه هوشیار نباشیم خیلی صدمه میخوریم. خدا اون روز نیاره. ما دلمون میخواد که ایرانی سرفراز و سربلند باشه، ایران ما سرفراز و سربلند باشه. ما بین مردم دنیا وقتی اسم ایرانی میگیم مردم همه احترام بکنن. بدبختانه الان اسم ایرانی که میگیم، میگیم ما ایرانی هستیم، ما رو به یه چشم دیگه نگاه میکنن. هرچی هم توی این لس آنجلس اینقدر ایرانی هست، مردم دیگه اینقدر هم معذره میخوام، اینقدر غالطاقا توی این لس آنجلس و فلان هست که دیگه این اصلا صحبت این نیست که مثلا ما رو بد نگاه بکنن، نه. ولی در استیت دیگه میری، در استانهای دیگه میری، مردم یه جوری دیگه نگاه میکنن. در کشورهای دیگه یه جوری دیگر اسم ایران رو نگاه میکنن. جوانای ایران میان تو ورزش هی میخوان اسم ایران رو ببرن بالا، ولی میبینه باز اینقدر گندکاری میکنه این دولت ایران که ایران رو بین تمام دنیا خراب میکنه. به قول امثال سلیمان میگه که 27:20 میگه همونطور که دنیای مردگان از بلیدن زندگان سیر نمیشود، میگه خواسته های انسان نیز هرگز ارضا نمیشود. واقعا انسان هیچ وقت در هیچ شرایطی ارضا نمیشه. و تمام اینایی که دیدی دارن پول مردم میدوزدن، تمام اینایی دیدی که دارن تمام مردم با کشتار و با خون ملت میمکن بعد این پول میدوزدن، فکر میکنن که مادام و عمر زندن. ولی زندگی بین اونوارم، اون هفته هم گفتم هیچ تضمینی به ما نمیده که ما یک ساعت دیگه زنده ایم یا نیستیم. از بچه 2 ساله تا سن معمولی که یک آدم زندگی بکنه 80 ساله. بعضی ها دیگه الان به قول ما گیلانی ها جفن میکنن میرن اونور، مثلا میرن بالاتر، اون دیگه خیلی کم تعداد. ولی کلن معمولی یک سن یک انسان 80 ساله که شما میبینید توی همش تضمینی نیست که من تا 80 سال زندگی بکنم. که هیچ کس تضمین نمیتونه بکنه من تا 80 سال زندگی بکنم، فقط خدا میتونه تضمین بکنه من تا کی زندگی هست میکنم. اینجا معلوم نیست که تو سوانه، تو این حادثه ها، این همه سیل و نمیدونم آتش سوزی و تصادفات و یک سری در بدبختی هستن، یک سری شما نگاه میکنیم مثلا از تهران تا جاده شمال مازندران میست ترافیک شهری، بامپر به قول اینجا بامپر تو بامپر با هم دارن راه میرن، یعنی سفر به سفر دارن راه میرن، دارن فقط این راه میرن تا شمال، دوباره همین راه با همون بامپر به بامپر برمیگردن تهران. ما اگه اینجوری بیخیال باشیم هیچ وقت در زندگی شخصی خودمونم نمیتونیم پیروز باشیم. وقتی در اجتماع بیخیال باشیم، هر کاری در سر ما دارن میکنن، هر بلایی سر ما میارن، در زندگی خودمونم همش عقب میفتیم. اون حکومتی که الان ما سر کار آوردیم هر کاری داره میکنه به تمام زندگی ما اثر میذاره، چون برای اینکه
ایران مال ملت ایرانه، ثروت ایران مال ملت ایرانه، ولی یک ایده دزد و غارتگر اومدن دارن میخورن میزنن میچاپن. حالا این یک طرف، بیگانه رو وارد ایران میکنن مردم بکشن و پولای ایران هم میدن به لبنان و سوریه و نمیدونم لیبی و فلسطین و عراق و این ور میدن. انگار ملت ایران اصلا برده شونن، واقعا هم همینجوری احساس میکنن، همینجوری هم هست. ملت ایران به بردگی گرفتن، هر جوری دلشون میخواد دارن انجام میدن. بذار ما درس ما را از کلام خداوند بخونیم تا حقیقتا امروز از دوم قرنتیان 4 ماید از 1 تا هر جا که وقت اجازه بده براتون بخونم. پیغام ما روشن است برای زندگی و یک مزمور 1:27 هم براتون بخونم که ببینیم خدا به ما چی میگه. بهترین چیز کلام خداونده که میبینیم خدا به ما چی میگه. ما اگه کلام واقعی خدا رو بشنویم و بخونیم برای زندگی ما خیلی مفیده. مالا شروع نشد ما میگیم وقت تموم شد که قربونت برم سرود میخوایم. باشه بریم سرود گوش بدیم، بریم سرود گوش بدیم، برگردیم به شما. عظیم است نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستاییم نام قدوس عیسی. هللویا از توست، هللویا قدرت از توست، هللویا قوت از توست، ستاییم نام قدوس عیسی. عظیم است نام
دوباره به ملت عزیز ایران. داشتیم صحبتامون تموم شده، میخواستیم کلام خدا رو به شما بگیم که به موقع سرود رسید. به هر حال ما امروز از کلام خداوند از دوم قرنتیان 1 تا 8 جایی که بشه وقت اجازه بده براتون میخونم که میگه پیغام ما روشن است برای زندگی که عیسی مسیح زندگی اصلی ماست. به درسی که عیسی مسیح میده با حقیقتا زندگی ما را عوض میکنه. قبل از اینکه شروع بکنم میخوام از مزامیر رو 27 براتون بخونم، آیاتی از مزامیر. میگه دعای شوگزار، میگه خداوند نور و نجات من است، از کی بترسم؟ خداوند حافظ جان من است، از کی هراسان شوم؟ هنگامی که بدکاران بر من هجوم آورند تا مرا نابود کنند، لغزیدند و افتادند. حتی اگر لشکری بر ضد من برخیزد، ترسی به دل را نخواهم داد. اگر علیه من جنگ برپا کنند، به خدا توکل خواهم کرد و نخواهم ترسید. اینو به خاطر این خوندم که ملت، شما وقتی میرین جلو دست خدا با شماست. وقتی 70 میلیون آدم بیاین بیرون، دست خدا با شماست. وقتی دست خدا با شماست، توکلتون به خداست، از هیچ چیز نترسید. حتی لشکری که بر شما حمله بکنه نمیتونه شما رو هیچ اذیت بکنه. 11 تا 14 براتون بخونم. میگه ای خداوند مرا به راه راست خود هدایت کن تا از گزند دشمن در امان باشم. مرا به دست بدخواهانم نسپار، زیرا این ظالمان میخواهند با شهادت دروغ خود بر ضد من قیام کنند. بس ما ایمان داریم وقتی به خدا توکل میکنیم، اگر لشکری هم بر علیه ما پاشه، چون دست خدا با ماست، ایمان داریم که پیروزی از آن ماست. هیچ هراسان هم نیستیم. کسی که به خدا توکل بکنه باعث اینه بدونه که خداوند وقتی با اون باشی از هیچ چی نباید بترسه. حالا بریم درس ما رو شروع بکنیم. میگه پیغام ما روشن است، به مردم به روشنایی میبخشد. میگه پس ما هرگز از این خدمت مهم دست نخواهیم کشید. همین خدمتی که ما برای شما انجام میدیم، برای اینکه میخوایم که شما خدای حقیقی رو بشناسین و زندگیتون با خدای حقیقی جلو بره، بعد خودتون شیرینی این خدا رو متوجه میشین که در زندگیتون باشه، چقدر زندگیتون آرامش داره. که از سر لطف ما را به چنین خدمتی گمارد. میگه زیرا خداست که از سر لطف ما را به چنین خدمتی گمارد. واقعا من خوشحالم که خداوند این لطف به من کرد که تا من بتونم کلام خداوند به شما عزیزان برسونم. این برای من افتخاری است که ببینم کلام خداوند شما میشنوین و زندگیاتون عوض میشه. ما را چنین خدمتی گمار تا پیغام انجیل او را به مردم برسانیم. ما سعی نداریم با حیله و نیرنگ مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم. ما نمی خواهیم کسی را فریب دهیم. هیچگاه سعی نمی کنیم کسی را وادار نماییم که به تعالیمی برخلاف کتاب مقدس ایمان آورند. ما هرگز به چنین روش‌های شرم‌آور متوسل نمی‌شویم، بلکه خدا شاهد است که جز حقیقت و راستی چیز دیگری را اعلام نمی‌نماییم و امیدواریم که از این راه تأثیر نیکویی بر مردم بگذاریم. ما این کلام خداوند داریم به شما می‌رسونیم و هیچ حیله و نیرنگی در کار ما نیست. کلام حقیقی خدا را هرچی خدا گفت داریم میذاریم، نه با سیاست داریم کار میکنیم که با سیاست یه جوری صحبت بکنیم که
سیاست مدارانه باشه که شما بیشتر ما رو گوش بدین یا بیشتر خوشتون بیاد. نه، ما واقعیت ها رو داریم میگیم. هر چی دارم من میگم خدایش واقعیتی که دارم میگم، هیچ کلک و ریایی در کار ندارم. دوست دارم که ایرانی من حقیقتا سربلند و سرفراز باشه. ایرانی من دوست دارم که کلام حقیقی خدا رو بگیره و آرامش خدا رو در زندگیش داشته باشه، تا هر چیزی که میخواد از این خدای زنده بخواد و بت‌پرستی بیاد بیرون، از لعنت بیاد بیرون. 40 سال کشور ما در لعنته. ما بایستی از این لعنت بیایم بیرون. 1400 سال که لعنت بر ایران آوردن. اما اگر پیغام نجاتی که اعلام میکنیم مبهم است و درک آن دشوار میباشد، فقط برای آنانی چنین است که به سوی هلاکت میروند. کسی که دوست نداره کلام خدا رو بشنوه، کلام حقیقی خدا رو بشنوه، به خدا داره راهنماییش میکنه، چون دوست نداره که رای خلافی که داره میکنه که بهش دارن اعلام میکنن، چون دوست نداره میگه که این نه، انجیل اصلا تعریف شده است، اینا همه حرف مثلا بی خودیه داره اینا میزنن، اینا همه حرفای یک دو غازه، همچی حرفای میزنن، نمیتونن قبول بکنن، چون در رای میگه هلاکت دارن میرن، چون شریر و شیطان ملتو گرفته نمیذاره که بیان به طرف خداوند. وقتی هم که یک نفر به طرف خداوند میاد، تمام فرشتگان خداوند برای اون خوشحالن، به خوشحالی و میکنن به جشن میگیرن در آسمان، چون یک نفر از دست شیطان بیرون اومده، از لعنت بیرون اومده، دیگه هلاک نمیشه، اومده در دست خداوند که زندگی خوبی داشته باشه. شیطان که حاکم این دنیا پر از گناه است، چشمان این اشخاص بی ایمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجیل را ببینند و معنی و پیغام ما را درباره جلال مسیح که چهره قابل رؤیت خدا یه نادیده است درک کنن. ما هرچی میگیم که آقا عیسی مسیح شما ببینین، عینی چهره خدای نادیده رو داره میبینین، چون عیسی مسیح پدر جسمانی نداشت، روح القدس بود که بر رحم مریم تابید تا عیسی مسیح به دنیا بیاد. به خاطر همون میگم پسر خدا، چون پدر جسمانی نداشت و عیسی مسیح روی خداست. شما وقتی میخواییم با خدای پدر روبرو بشین نمیتونین. میدونین چرا؟ برای اینکه نور اون اینقدر زیاده که شما اگه اون نور رو نگاه بکنین میمیرین. شما میتونین 5 دقیقه این آفتاب، این خورشید رو نگاه بکنین، 5 دقیقه چشمانتون کور میشه، تمام مغزتون شاید این بر اون بر بشه. شما ببینید 100 هزار برابر بیشتر از این نور خداونده. به خاطر همون عیسی مسیح میاد با شما ملاقات میکنه، چون شما نمیتونین با خدا ملاقات بکنی اگه ببینیم میمیرین، با همون خاطر عیسی مسیح میاد با شما ملاقات میکنه. در این جسم نمیتونیم خدا رو ببینیم. وقتی از این جسم خارج شدیم، زندگی دوباره آغاز شد، اون موقع خدا رو میبینیم، چون دیگه جسم انسانی نداریم. میگه پیغام و واعظ ما نیز هیچگاه در تعریف از خود ما نبوده است، بلکه در موعظه های ما فقط به عیسی مسیح اشاره کردیم. یعنی به کسی ما خودمون رو نمیخوایم جلال بدیم، ما عیسی مسیح رو میخوایم جلال بدیم، اون کسی که شما رو نجات میده، اون کسی که به خاطر من و شما روی صلیب رفت، اون کسی که زندگی ما رو میتونه عوض بکنه. بلا من یک
گوینده هستم که اومدم اینجا خبر خوشی به شما بدم، خبر خوش انجیل نجات بخش به شما اعلام بکنم. این افتخاری برای من هست که خداوند این افتخار به من داد و میخوام که شما این انجیل رو که میخونیم گوش بدین، و اگه انجیلم ندارین میتونین برین تو سایدهای اینترنتی، هر جایی که مال مسیح است میتونین اون سایت مسیح رو کلیک بکنین، کتاب مقدس میاد براتون بیرون، بخونین همه رو. هر شب اگه دو تا خطشو بخونین ببینین شما، اونایی که مشروب میخورن، مواد مخدر میکشن، بعدا میرن توی این کلاس های AA میرن، اینا همه تعلیمات عیسی مسیح رو برایشون میخونن، تعلیمات عیسی مسیح رو برایشون آموزش میدن. ولی شما که نمیتونین برین اونجا، فقط کلام خدا رو بخونین، همون تعلیماتیه که شما رو از هر چیزی که میخواییم بیرون بیاین، از مواد مخدر، از مشروب خوری، از بیچارگی، از سرگردانی، از ناآرامی زندگی، از روان آزاد میشین. کلام خدای زنده اینه، اینه میگن کلام خدای زنده که زندگی من عوض بکنه، به من آرامش بده و اینکه خدای حقیقی رو بشناسم و با خدای حقیقی زندگی کنم، راه برم. اشاره کردیم و او را به عنوان خداوند معرفی نمودیم. تنها چیزی که درباره خود ما میگوییم این است که ما به خاطر فداکاری که مسیح بر روی صلیب کرد خدمتگزاران شما هستیم. شما رو خدمت میکنیم که عیسی مسیح رو به شما معرفی بکنیم که زندگیتون عوض بشه. زیرا همون خدایی که فرمود نور از میان تاریکی بدرخشد، نور خود را در دلهای ما نیز تابید تا درک کنیم که این نور پرجلال اوست که چهره عیسی مسیح می درخشد. این جلال نور خداست که بر عیسی مسیح می تابه و عیسی مسیح خداوند میاد زندگی من و تو رو عوض بکنه. ما می خواهیم این نور پرجلال به شما معرفی بکنیم، نوری که از خدا میاد، نه بر پیغمبران دروغین. عیسی مسیح میگه بر حذر باشین از این پیامبران دروغی که میان شما رو از زندگی ساقط میکنن، شما رو به رای کج میبرن، تعلیم درست نمیدن. اینه بدونین که پیامبران دروغی که کلی آدم ها رو از رای راست منعرف کردن، در آتش جهنم در آخر زمان با شیطان توی چای هلاکت میفتن، چون ایده زیادی رو از رای اصلی خدا، اینی که مثلا گلهی باشه، گوسفندانی باشه که کلی رو مثلا گرگ بیاد اینا رو بزنه و جدا بکنه از گله. میگه اما این گنج گرانبها، یعنی قدرت انجام این خدمت روحانی در ظرفها نابود شدنی، یعنی در بدنهای ضعیف ما قرار دارد، تا همه بدانند که قدرت عظیم پیغام ما از سوی خداست نه از خودمان. اگرم یه چیزی میایم اینجا میگیم، پیامی از خدا میگیریم به شما میدیم، اینه بدونین که میخوایم که هم عیسی مسیح جلال پیدا کنه و قدرت عظیم خدا رو شما ببینین که این خدای باقی یا ابد خدای زنده رو بشناسین. به بت‌ها رجوع نکنین. نمیدونم از این چیه، دعا نویسی که الان تو ایران فراوان شده، اینا همه لعنته که به خانه شما میان. هر گونه دعا نویسی رو از خانه های خودتون دور بکنید. این لعنتی که به خانه های شما وارد میشه به زندگیتونو به هم میزنه. زعماد از هر طرف بر ما فشار میآورن. ببین چقدر ما رو فوش میدن، چقدر ما وقتی از عیسی مسیح صحبت میکنیم ما رو مسخره میکنن.
چقدر وقتی پیغام و خدا رو میدیم به ما رو مسخره میکنن. همه اینا رو داره میگه. زحمات از هر طرف بر ما فشار میآورن، اما از پادر نمی آییم. وقتی من خدای زنده رو شناختم و میدونم که پیغام خدا پیغام حقیقی خداست و ایمان دارم که این پیغام برای زندگی همه ما مفیده و زندگی ما رو این رو میکنه و درون ما رو عوض میکنه، هرچی فوش به من بدن، منم مسخره بکنن، چرت و پرت به من بگن، فشار بر من بیارن، من دل سرد نمیشم، چون میخوام هموطن من به خدای زنده ایمان بیاره و زندگیش عوض بشه، در چای هلاکت نره، در اون دنیا با خداوند با ملکوت خدا زندگی بکنه. از مشکلاتی که برای ما پیش می آید دوچار حیرت می شویم. بعضی موقع می بینیم مشکلات به حدی زیادن، واقعا آدم حیرت زده می شه. خدایا من که برای تو دارم خدمت می کنم، چرا این همه مشکل میاد؟ حیرت می کنیم واقعا. بعضی موقع شاکه می شیم، واقعا آدم شوک می شه که چرا اینقدر گرفتاری ها میاد. برای اینکه دنیا دنیای شریره، دنیا دنیای شیطانیه، دنیایی نیست که شما رو به رای راست هدایت بکنه. رای راست این نیست که شما 17 رکعت نماز صبح تا شب بخونین به یک طرف بت، یا نمیدونم این کار اون کار بکنین این کار نکنین. شریعت نیست. باعث خدای زنده رو بشناسین، به آزاد زندگی بکنین. خداوند به شما یاد میده که هم زندگی شاد داشته باشین، همین که در قید بند نباشید. چون علت آن را درک نمی کنیم. واقعا بعضی موقع علت درک نمی کنیم. واقعا از درک من، یکی من خادم کوچولو خارجه، بعضی موقع درک نمی کنم. ولی اما هیچ دلسر نمی شویم و از خدمت خدا دست نمی کشیم، چون می خواهیم که مردم نجات پیدا کنند. و عشق ما اینه که مردم نجات پیدا بکنن که ما شادتر میشیم. واقعا من هر کسی که ایمان میاره و گواهی ایمانش میده در فیسبوک یا در جای دیگه گوش میدم، هم گریه میکنم هم خوشحال میشم. گریه من از خوشحالیه که یک هموطن یا یک انسان به رای خدا اومده و نجات پیدا کرده. چندی بیشی یه دکتر عرب بود که خیلی هم مسلمون بود که همیشه با قرآن و نماز اینا. یک رفیق مسیحی داشت، چند تا کلام عیسی مسیح رو بهش میگه، این یه توفق میره، اینقدر میره تا خدا عیسی مسیح خداوند باش ملاقات میکنه و چیزی بهش نشون میده که این جهنم و یه جوری بهش نشون میده، چون عیسی مسیح میگه هر کس وارد ملکوت خدا نمیتونه بشه. آن کسی که قبول نمیکنه، رد میکنه و وارد ملکوت نمیشه. میگه در بهشت، دری که شام خداوند اونجا هست، همه زیر روی سفره خداوند نشستن دارن غذا میخورن، درش تنگه، ولی در جهنم گشاده، همه راحت میتونن برن. میگه دری به من نشون داد، فقط هیکل من میرفت اون در، که من از پشت در باز بود نگاه میکردم که همه یک سفره بزرگ بود، جای نورانی داشتن، سفره شام میخوردن، من وارد اون نمیتونستم بشم، چون مسلمون بود، چون قبول داشت نمیکرد، عیسی مسیح رو رد میکرد. اونجا خدا بهش پیام میده، این بر میگرده، عیسی مسیح ایمان میاره، الان برای عیسی مسیح خدمت میکنه این دکتر. خیلی از اینا هستن که مسلمونن، قاره قرآنن، نمیدونم تو این سینه زنی ها تو این عزاها میرن میخونن، برگشتم به سوی خدا، خدا اینا رو هدایت کرد، برگشتم به سوی خداوند. میدونن که اون طرف طرفی نیست که به خدا اینا رو برسونه. مردم ما را آزار میدند، اما خدا ما را هرگز تنها نمیگذارد. هر چی مردم ما را آزار بدن، از اول و
براتون خوندم در مزمور 27. چون خدا با من هست هیچ ترسی ندارم، تا خدا با من هست هیچ ترسی ندارم. به ایمان دارم که دست خدا وقتی با من باشه هر آزاری رو، چون خداوند با منه، راحت بر میداره اون آزاره. که چندین بار براتون گفتم دو نفر مسلح اومده بودن سر کار، منو ندیدن، با این باز اسلحه به طرف من بود ولی من نمیتونستم ببینن. اینه که خدا کور میکنه، اینه که خدا دستش وقتی روی تو باشه تو رو محافظت میکنه. زمین میخوریم اما به یاری خدا باز بر میخیزیم، به پیش میرویم همان گونه که مسیح با مرگ روبرو شد. ما نیز همواره در خطر مرگ قرار داریم، پس زنده بودن ما در واقع دلیلی است بر زنده بودن عیسی مسیح. بله، به خاطر خدمت به خداوند جان ما همواره در خطر مرگ است قرار دارد، اما این خود فرصتی است تا زنده بودن و قدرت مسیح را در بدنهای فانی خود نشان دهیم. که کسی با اسلحه جلوی من وایسه منو نمیبینه، این قدرت خدا. با مرگ روبرو میشم ولی چون دست خدا با منه هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه. تا خدا نخواد هیچ کس، اگه موقعی رفتن من باشه خدا بخواد میتونن، اون موقع هر که هر کاری میتونه بکنه، ولی تا خدا نخواد هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون پشتیبان ما خداست. تا زنده بودن و قدرت مسیح را در بدنهای فانی خود نشان دهیم. ما به خاطر اعلام پیام انجیل با مرگ روبرو می شویم، اما همین پیغام باعث شده است که شما زندگی جاوید را بیابید. خدا را شکر که این پیغام ها را ما می دیم، به شما می گیرین و زندگی های شما عوض می شه. خوشحالی ما اینه اگه با مرگ هم روبرو بشیم، ولی خوشحالی من اینه که هموطن من به خدا ایمان میاره، زندگیش عوض میشه. این بابت خوشحالی منه، اینه که منو گریه شادی میاره. اینقدر از ته دل خوشحال میشم وقتی میبینم یه نفر به عیسی مسیح ایمان آورده و زندگیش عوض شده، خودش گواهی میده ایمانشو که چی چیزهایی براش پیش اومده، چجوری با عیسی مسیح ملاقات کرده، چجوری خدا رو دیده. من اون هفته توی دعا بودم، از آسمان داشت سلیم میبارید، که همین چون قیام عیسی مسیح است، عیسی مسیح روی سلیب رفت، این پیغام خداست که به من میده که سلیب واقعیه. عیسی مسیح روی سلیب رفت، بعد از 3 روز قیام کرد، زنده شد. برعکس اون چیزی که قرآن میگه، صلیب عیسی رو انکار میکنه، و کسی صلیب عیسی رو انکار بکنه جهنمیه. میگه کتاب آسمانی میفرماید چون ایمان دارم آن را به زبان می آورم، پس ما نیز چون همان ایمان را به خدا داریم با دلیری پیغام انجیل را اعلام می کنیم. این قوت قدرت خداست که با دلیری من اعلام می کنم، با دلیری هر جا میرم از عیسی مسیح میگم. این قدرت خداست در من که من بدون ترس هر جا برم پیغام انجیل میدم، چون مردم احتیاج دارن به این کلام، احتیاج دارن. مردم، ظاهر مردم شما نگاه نکنید، مردم در درون دارن خفه میشن، در درون هزار گرفتاری دارن. ما ظاهر مردم نگاه میکنیم میگیم که بله این بابا ثروت داره، دکتره، مثلا فلان چیزه، یه احتیاج نداره که دیگه به چیزی دیگه. نه، اتفاقا اونا درونشون خالیه، به کلام خداوند احتیاج دارن. میدانیم همان خدا که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده کرد، ما را نیز مانند عیسی مسیح زنده خواهد کرد.
بعد از مرگ این جسم من فقط از این جسمم جدا میشم، نمیمیرم، از این جسمم جدا میشم و در آسمان جسمی تازه میده به من خدا و با خدا زندگی میکنم. دیگه نه دردی، نه کرای خونه‌ای، نه کاری، نه گرفتاری، هیچی وجود نداره دیگه. همه ما اینقدر میخوایم از بدن خودمون اینقدر تیکر میکنیم. ببینید چقدر مردم از بدن خودشون تیکر میکنن که پیر نشن، نمیدونم کرم میبالن، چی میکنن تا مردم خودشونو اصلا صورتشون رو زیبا نشون بدن. ولی همین صورت، همین جسم میره، چون مال این دنیاست، به خاک میره، مال خاک به خاک هم میره. پس امروز هموطن من که این کلام شنیدی، به عیسی مسیح ایمان بیار تا زندگیت عوض بشه. امروز اعلام بکن که عیسی مسیح، من میدونم که من گناهکارم، بیا به قلب من، وارد قلب من شو. من ایمان دارم که به خاطر من گناهکار روی صلیب رفتی، خون تو ریختی تا گناهان من پاک شه. امروز تو رو به قلبم وارد میکنم و تو ایمان دارم به تو که به خاطر من روی صلیب رفتی و بعد از 3 روز زنده شدی. به خداوند زندگیم باش امروز تا زندگی من عوض بکنی، تا رای راست به من نشون بدی، تا زندگی شاد در تو داشته باشم. شما رو به خدای زنده میسپرم و ایمان دارم که شما یک روزی این خدا رو قبول میکنین در قلبتون و نجات میابید و زندگی شاد و لمس میکنین. بعد اون موقع میفهمین که شاپور چرا داشت صحبت میکرد. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر. بدرود، تا درودی دیگر. مرسی که ما گوش دادید.